رسیدیم به پایان یک بازی فوق العاده جذاب تماشایی و تیم فوتبال ولایت کندهار عینومینه کندهار بعد از بازی اولی که 3-0 حریف خود را شکست داده بود، این بار حریف دوم خود را 4-2 ساخت و توانست که یک پیروزی درخشان دیگر هم به نام عینومینه کند. عینومینه حالا پشت سر تیم فوتبال ابو مسلم در جایگاه دوم قرار میگیره با مثبت 7 تفاضل گل، یعنی حالا فوق العاده شد بازی. حالا از این لحظه به بعد هر روزی که میگذره رقابت ها جذاب تر میشه. میخوایم که بهترین بازیکن میدان را هم معرفی بکنیم از آجی صاحب رحمانی، رئیس فدراسیون فوتبال ولایت کندهار و همچنان عضو اجرائیه فدراسیون فوتبال افغانستان دعوت میکنیم که تشریف بیارن و جایزه بهترین بازیکن میدان را به اهل الله بازیکن تیم فوتبال عینومینه کندهار تفویض بکنن. اهل الله تبریک باشه، چطور گذشت مسابقه امروز؟ بسم الله الرحمن الرحیم، خوشحالم چې د لوی کندهار په نمائندګۍ د عینومینې په لوبډله کې لوبیږم او د خپل کندهار ولس ته په لوبو کولو سره خوشي ورکو. ډیر خوشحاله چې دوهمه پرلپسې لوبه مو وګټل او په جدول کې مو ښه پوزیشن ترلاسه کړی. چون امروز تانست که با حساب 4-0 ببره بازی را، خودت یک گل زدی و همچنان تانستن که بهترین بازیکن میدان شوی. ایوارد تا و ای بازی را پیروزی شو به کی تقدیم میکنی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، دا ایوارد او دا ستر ویار چې ما کوم په برخه کې دا ټول کندهار ولس ډالی کوم، په خاص ډول خپل فامیل ته دا ایوارد ډالی کوم. هغوی ما سره ډیر زحمت کښلی دی چې اوس په تلویزیون پر صفحه باندې ما ویني او خاصتا د عینومینې د سپورت د مدیریت رئیس حاجي محمد طاهر طاهری ته دا ایوارد ډالی کوم. فکر میکنین که تیمتون در ادامه در بازی های بعدی هم بتونه همین نتیجه را تکرار کنه؟ بله، و موږ ډیره ښه انګیزه لرو، تمرینات مو کړی دي، خولې مو تی کړی دي، کوشش مو کړی دي او ښه لوبغاړي ځان سره لرو، نو موږ ډیره انګیزه لرو چې په آینده لوبه کې به هم همداسې نتیجه ترلاسه کوو. خیلی زیات تشکر، موفق باشی. صحبت های بهترین بازیکن میدان از اهل الله را شنیدیم. حالا هم بیاین که از سرمربی تیم فوتبال عینومینه کندهار محمد طاهر طاهری بشنویم که در پیوند با بازی امروز چه صحبتی دارن. سلام، خسته نباشید. سلام و رحمت الله. تبریک باشه پیروزی امروز. زنده باش، سلامت باش. دو بازی، دو پیروزی و دو کلین شیت، موفقیت دلیلش چیست؟ موفقیت بازی د ګټلو همدادی چې موږ یو مټی لوبغاړي تر اتاکیږو، هغه پلان چې موږ لوبغاړو ته په لاس ورکوو هم هغسې کار کړی دی، ځکه موږ نتیجه مثبته لیدلې. امروز تیم سرسبزیاشلر ضعیف ظاهر شد یا تیم شما او برنامه ای که خودت پیاده کرده بودی پیاده کردن؟ موږ د دوهمه لوبه ده چې موږ ژر نتیجه د لوبې اخلو، مقابل طرف عرب تر پرشل لاندې راځي، د هغه څخه موږ نور ګولونیم ترسره کړي. امروز فکر میکنین کدام بازیکن برتون خوب تر عمل کرده؟ تاسو خپل انتخاب که اهل الله در مانو چی نه، جدا از موضوعی که اهل الله انتخاب شد، اما از نظر یک مربی فرق میکنه چرا که شما در خط هافبک، خط دفاع، خط حمله همه موارد رو شما چینش میکنین؟ په دې پای کرښه کې ماشاءالله دوه مرکزی لوبغاړي چې موږ لرو هیڅ اشتباه په دا دوه لوبو کې نه ده کړې، نو نتیجه یې دا ده چې موږ تر دا مهاله ګول هم نه دي خوړلی. برای بازی بعدی فکر میکنه عینومینه با چی روی آماده است و چی انگیزه ای داره؟ انشاءالله راتلونکو لوبو ته پوره آماده یو چې همدغسې نتیجه واخلو. یعنی امسال عینومینه کندهار انفجاری آمده. شما فصل قبل را در وسط جدول بودین، اما امسال قصد دارین که در کجای جدول باشین حالا که دوم هستین؟ موږ دوه کاله پرله پسې په څلورم مقام کې ځای نیولې دي، انشاءالله 2023 کال به مخته ځو. انشاءالله تبریک باشه، خیلی زیات تشکر. زنده باشه. آریانا تلویزیون څخه هم یو جهان مننه کو چې زموږ ژغ د نړۍ تر ګوټ ګوټه رسوي. بسیار تشکر، موفقیت برتون میخوایم. صحبت های محمد طاهر طاهری رو شنیدین، اما حالا از تیم سرسبزیاشلر هم کم بشنویم. عبدالله امامی سرمربی تیم فوتبال سرسبزیاشلر، ماندن باشین امامی صاحب. تشکر، زنده باشین. چی شد سرسبزیاشلری که با قدرت تمام اومده بود در لیگ قهرمانان، چی شد به یک بارگی نتیجه برعکس شد برش؟ خب فوتبال است، برد باخت داره، مشکل نیست. ما از داشته های از ولایت خود در اینجا استفاده کردیم، از جوانای خود دیگه. ما بار اول است که در لیگ قهرمانان اشتراک کردیم، بی تجربگی بازیکنای ما هست، بازم اطمینان میتیم که در آینده های در بازی های آینده ما امتیاز های خوب به دست میاریم، مشکل نیست. فکر نمیکنین که کارتون گره خورده و کم روی انگیزه تیمتون تاثیر گذاشته باشه دو باخت؟ یا هیچ، اصلا تیم بزگه انگیزه پایینی یاخته. بزله من وطن داشتلارمگه اطمینان بیرم من
که آینده لگه بازی های آینده لگه بزلا با قوت کوب بالا قوت منن میدان حضور تا پابس و اطمینان بیارم من که تماشاچیلار بزده آینده لگه خوش قلابس. خیلی کوتاه میخوام میرم بگم که کاپیتان شما عادل در نیمه دوم وقت تعویض کردین یک تغییر عمده اومد و تیمتون خیلی خوب در حمله قوی تر شد و قوی شد تیمتون. فکر نمیکنید در بازی های بعدی نیاز باشه که تیمتون جوانتر و منسجم تر بازی کنه؟ خب کاپیتان ما با تجربه هست، میتونیم از او هم استفاده کنیم. جوانای ما هم هست، مشکل نیست. فرهاد عادل در میدان یک هم مربی هست هم بازیکن است، موثرتر است. خیلی زیاد تشکر آقای امامی. سلامت بر شما، تشکر زنده باشید. موفق باشید. صحبت های عبدالله امامی مربی تیم فوتبال سرسبزی آشتر شنیدین. از حمایت کننده برگزاری رقابت ها انرژی وکتور هم سپاسگزار هستیم. انرژی وکتور قوت هست و همچنان از حامیان نشر ما شرکت مخابراتی افغان تلکام و شرکت سلام. فردا هم برمیگردیم میدان سبز فدراسیون فوتبال افغانستان و روز دوم هفته دوم رقابت‌های لیگ قهرمانان افغانستان. وقت بخیر.